نقش رهبر جمهوری اسلامی در تشدید تنش در مناسبات ایران، آمریکا و منافعی که حکومت از تشدید این تنش می‌برد، موضوع بحث و اظهار نظر بسیاری از ایرانیان است که این روزها در برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا شرکت کردند. بخشی از این اظهار نظرها رو به اتفاق می‌شنوید. شما ببینید کشور ما الان در دست یک شخصیه که میشه بهش گفت پیرکودک. واقعا یه آدم پیرکودکیه، میاد توی جمعی حکم به اصطلاح آتش به اختیار رو بده. آتش به اختیار یعنی چی؟ یعنی من هر موقع هر جای هر کس رو دلم خواست کمش رو بدرم. اولا که خامنه ای نماینده امته، نه نماینده ملت. در جای دیگه اینا صحبت میکنن که برجام یک اصول بین المللیه. شما نمیتونید هواپیمای پر از پول آقای اوباما رو در تهران تقسیم اراضی بکنید، نصفشو بدی به حسن نصرالله، نصفشو بدی تو سوریه، یه خودشو بدی توی یمن، بقیه‌اش هم بدی به امت بخورن که خودشونن. این نمیشه که رو موشکاتون هم بنویسین که آقا موشکای جدیدم ساختیم با همون پولا روش هم بنویسیم اسرائیل باید از بین برود. این در عرف بین المللی قابل قبول نیست. به عنوان یک شهروند ایرانی اعلام میکنم خواهان صلح و مذاکره با امریکا هستیم. هیچ دشمنی با دنیا و مخصوصا با امریکا و اسرائیل نداریم. خامنه ای هم نماینده ایران نیست. درود بر صلح، درود بر دوستی. این عرصه جمهوری اسلامی با تنش زنده است. یعنی این که اگر روزی یک روز برای مدتی اگر کارگزاران جمهوری اسلامی اگر تنشی نداشته باشن، اگر که در جهان نتونن مردم رو به قول معروف سر کاری بذارن، اون روز مرگ جمهوری اسلامی هست. خود جمهوری اسلامی در رأس اون خامنه ای و بعد سپاه و بسیج و تندروها بیشترین سود رو میبرن. چرا؟ چون که یک، خودشون رو تثبیت میکنن، دو، وقت میخرن، سه، مظلوم نمایی میکنن، چهار، شاید یه وقتی مردم از آمریکا برگشتند و دوباره اومدن تو جبهه جمهوری اسلامی، که همچین چیز غیر ممکنه. مردم دیگه اینا رو شناختن، جنایت های اینا رو دیدند. الانم از این بریم کشتی رو بزنیم، بریم نمیدونم کاری بکنیم که تنگه هرمز یه مقدار آتش بازی بشه و قیمت نفت رو بالا، این برای اینه که خودشون بتونن از این به حساب از این بحران بتونن یک مقدار بیشتری به عمر خودشون اضافه کنن.